سلام میکنم به شما. ایرج مصداقی از عاملان اصلی دستگیری حمید نوری و از دادخواهان پرونده کشتار سال 67. امروز کنت لوئیس وکیل مدافع سازمان مجاهدین خلق لایحه دفاعیش رو ارائه کرد. او در جریان ارائه این لایحه گفت که کتاب‌های حسین فارسی و محمود رویایی در واقع اساس اسنادی بودند که دادستان‌ها به اونها استناد کرده و تونسته در واقع به هر حال حمید نوری رو به محکمه بکشه و این روند دادرسی رو ادامه بده. در مجموع نظرتون درباره کیفر در واقع این لایحه‌ای که وکیل مدافع سازمان مجاهدین ارائه کرد چیه؟ ببینید، من خدمتتون عرض کنم که اساساً دفاعیاتی که امروز ایشون کاشت مطلقاً ربطی به پرونده و کیفرخواست نبود. در واقع یک پروپاگاندای سیاسی از طرف مجاهدین بود که از طرف نمایندهشون در دادگاه ارائه میشد و ربطی به پرونده نداشت. یه بخشش این بود، یه بخشش هماهنگی با وکلای حمید نوری علیه من بود و علیه پرونده بود و بخش دیگه‌اش دروغ‌های آشکاری بود مبنی بر این که اساساً کیفرخواست بر اساس شهادت یا کتاب‌های ارائه شده از توی مجاهدین تهیه شده. این هم یه دروغه، برای اینکه اونا اصلا یک سال بعد از اینکه پرونده تشکیل شده بود تازه وارد این پرونده شدن و اساساً دادستان‌ها تاکید داشتن حتی رو نقشه‌های زندان که بر اساس نقشه‌های ارائه شده از توی من هستش و بر اساس شکایتی که من و حمید اشتری و مسئول اشرف سندانی داشتیم در واقع این حمید نوری دستگیر شده. از روز اول تمام تلاش خودشون رو کردن که بگن دستگیری حمید نوری یک توطئه از طرف خود رژیم بوده و او خودش در واقع به تور انداخته و امروز می‌بینید واکنش‌های رژیم چگونه دروغ‌های اونها رو یکی پس از دیگری برملا می‌کنه. از ابتدا ادعا می‌کردن که بایستی کسایی که دست اندرکاران این پرونده بودن رو از پرونده حذف کنید تا ما وارد این پرونده بشیم و ما می‌دونیم با تلاش‌های خودمون اونها رو با شکست مواجه کردیم و اونها مجبور شدن که وارد این پرونده بشن با یک سال تأخیر و بعد هم دروغ‌های آشکاری مبنی بر اینکه دادستان‌ها ادعای از اونها رو از پرونده کنار گذاشتن که این باز هم دروغه، در حالی که اونها بعد از اینکه پرونده بسته شده بوده و اینا اطلاع داشتن از موضوع تازه اون ادعا رو معرفی کردن. قصدشون حذف همون ادعا از پرونده بوده که مهمترین افراد بودن در پرونده میتونستن باشن و امروز نیستن و موارد بسیار سستی رو اینها در پرونده وارد کرده بودن که دادستان‌ها اونها رو حذف کردن و حمید نوری تاکید می‌کرد در دفاعیاتش که من می‌خوام اونها بیان اینجا، اونها به نفع من هستن و امروز هم در دادگاه شما شاهد بودید حمید نوری چجوری در واقع خوشحالی میکرد وقتی که بر وکیل مجاهدین اشاره میکرد به دفاعیات و دروغهایی که وکلای حمید نوری مطرح کرده بودن و حمید نوری قبلا گفته بود که من سه وکیل در این پرونده دارم، دو تا وکیلای خودمن و یکی هم وکیل مجاهدین و امروز هم به چندین بار به این مسئله اشاره کرد. ولی در هر صورت با همه تلاشهایی که کردن ما موفق شدیم همه اون چیزی رو که میخواستیم به دست آوردیم و خود این کیفرخواستی که دادستان‌ها ارائه دادن در واقع مهریست بر شکست تلاش‌های مجاهدین و شما ملاحظه می‌کنید که در واقع این کیس بر اساس یک درگیری مسلحانه بین‌المللی شکل گرفته و به همین دلیل حمید نوری دستگیر شده و اتفاقاً وکیل مجاهدین سعی می‌کرد این بخش از پرونده رو حذف بکنه و می‌خواست اون رو وارونه جلوه بده که شما شاهد خواهید بود در خاتمه و زمانی که حکم صادر بشه این موضوع هم رد خواهد شد از طرف دادگاه و من به شما قول میدم که یه شکست بزرگ دوباره برای اونها ما شاهد خواهیم بود. ولی خب میبینیم امروز همه اون چرا که در طول این چند سال به دروغ مطرح کردن رو اینجا میخوان با پروپاگاندا دوباره به نوع دیگه ای مطرح کنن. و بعد اینو هم خدمتتون بگم امروز به شکل خیلی خیلی رذیلانه مدعی شدن که من و حمید نوری همه تلاشمونه، من و حمید اشتری تمام تلاشمونه کردیم که حمید نوری تبرئه بشه و بعد اینها وارد شدن و صحنه رو چرخوندن. همه کسایی که امروز در پرونده هستن در طول این دو سال نیم گذشته دنبال میکردن میدونن و دیدن بارها که عملا این من و دوستانم بودیم که این پرونده رو هم تشکیل دادیم هم تا اینجا شوردیم و قطعا تا انتها پیش خواهیم. آقای مصداقی، شما از همونطور که اشاره کردید قبل از نوامبر سال 2019 به نوعی درگیر با این پرونده بودید. بیش از 9 ماه هم هست که الان دادگاه تشکیل میشه. به لحاظ حسی
از اون نقطه‌ای که این ماجرا شروع شده تا امروز که اینجا ایستادید، آیا تغییری در خودتون می‌بینید؟ آیا احساس در واقع بهتری میتونید بگید که دارید؟ آیا دستاوردها یا یافته‌های جدیدی همین در واقع مجموعه این فعالیت‌ها به شما اضافه کرده؟ خب معلومه که من خوشحالم، نه از جمع شخصی، بلکه من میبینم صدای قتل عام شدگان اینجا انعکاس پیدا کرده. مادران، پدران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان و همه اونایی که عزیزانشون از دست دادن اینجا یه امکانی رو پیدا کردن که هم صداشون شنیده بشه و هم حق اون قتل عام شدگان ادا بشه. و این برای اولین باره که ما در جنبش دادخواهی میبینیم که یک موفقیتی رو میتونیم رقم بزنیم و ما به اون چه که وعده کرده بودیم عمل کردیم و مطمئنن تا انتهای این راهو پیش خواهیم رفت. این یک شروعی خواهد بود برای موفقیت‌های بعدی و برای اینکه دیگر جنایتکاران علیه بشریت رو به پای میز محاکمه بکشیم، به پای میز عدالت بکشونیم. و ما مطمئنیم، کما اینکه قبلا هم قول داده بودیم در اون فیلم نیما رستمی، نیما سروستانی، در فیلم آنها که گفتن نه، من به غلام حسین بلندیان در توکیو وقتی منو مورد تمسخر قرار میده بهش گفتم که همدیگر رو در یک دادگاه ملی یا بین المللی خواهیم دید. امروز ما به وعده خودمون عمل کردیم. مطمئن باشید باز هم به وعده خودمون عمل خواهیم کرد و دیگر پرونده ها رو خواهیم دید که در آینده نزدیک یا دور فرقی نمی کنه ما تشکیل خواهیم داد و همه کسانی که در جنایت علیه بشریت دست داشتن رو به نوعی پاسخگو خواهیم کرد در مقابل عدالت. سپاسگزارم از شما ایرج میستان.